خب من یه سری کد توی بکاپ گذاشتم که اگه یه وقت نتونستم از اون استفاده کنم، ولی خب میتونم از اون استفاده نمی کنم. این یه فایل مینیه که توش یه سری کد کامنت شده دارم که حالا میگم برای چی کامنت کردم، ولی کل قضیه اینه که یه ران اپ شده و یه استیلس ویدیوتی اومده و متریال اپ و یه اسکفولدی که سنتر هلو ورلد داره. حالا اولین کاری که میام میکنم اینه که یه فایل جدید درست میکنم، اسمشو میذارم انگلیسی یوزرز لیست پیج میذارم اسمشو، که یه ویجت استیتلسیه، پیج اولمونه این. خب بعد باید متریال رو ایمپورت کنیم که اینا رو بشناسه، بعد توی این میخوایم که یه دونه اسکفولد داشته باشیم که بادیش بشه یه لیست ویوی. بعد این هم یه چیلدرن میگیره که یه لیست شما میتونید بهش بدیم، مثلا میتونیم ریز باتن بذاریم، آنترستش هیچ کاری نکنه، چایلش یه تکست باشه. بعد اینو مثلا 7-8 تا تکرار کنیم. حالا بریم توی همون فایل مینی که داشتیم دوتا من ببندم، اینجا به جای هومه میزنیم یوزرز لیست پیج که بیاد اون صفحه رو باز کنه. بعد اینجا ما اینستنت ران رو داریم، من به خاطر اینکه این کلیک کنم ازم با کنترل اس اینستنت ران میکنم و شما تغییرات رو میبینید. الان یه لیست درست شد که اسکرول لیبله. خب حالا ما اینا رو نمیخوایم، ما یه چیزی میخوایم که شبیه دیزاین خودمون باشه. میام یه دونه ویجت جدید درست میکنم که اسمش رو میذارم یوزر رو مثلا. خب که همون لیست هایی که گفتم استفاده میکنم، لیست هایی میاد یه ویجت آماده شده به شما میده که شما میتونید لیدینگ مشخص کنید یا میتونید تایتل مشخص کنید. مثلا تایتلش رو میگم یه تکسی باشه. خب حالا من یه کلاسی واسه یوزر درست کردم، اینو میارم که نیم انتیتی از آر بسازیم. این کلاس یه آیدی داره و لاگین نیم داره و آواتار یو آر ال داره، که دو تا متد هم هستش که اون جیسون رو پارس کنه تبدیل کنه به این آبجکت، چیز خاصی نداره. خب قبلترش هم یه لیست از این یوزر ها من اینجا بیارم. این یه سری یوزر هستن که همینجوری دیتاشون رو ماک گذاشتن و رو اونا تست کنیم. اینجا میگیم که این کلاس یوزر رو یه یوزر از اینپوت میگیره از کانستراکتور و این کیو پاک کنیم. خب بعد میگیم حالا لیست تایل تکستش stf نباشه، باشه یوزر دات لاگین نیم مثلا. بعد توی اون لیست هم میگیم از این یوزر رو استفاده کنه. حالا من این لیست عادی رو به 1-2-3 به بیلدر تغییر میدم. بیلدر اینجوریه که یه کانتکست به شما میده و یه ایندکس به شما میده و از شما یه ویجت میخواد. من اینجا اون یوزر رو ریترن میکنم و به عنوان یوزر با اون ایندکسی که دارم از این لیست یوزره یه یوزر برمیدارم و ما باید یه آیتم کانت هم بهش بدیم که میشه یوزر دات لینکس. الان اومد دوباره 1-2-3 کم رسیدش کم خب الان یوزر رو داریم و یه تکست خیلی ساده داره که اون اسمی هست که اینجا گذاشته بود. حالا میخوایم عکس طرف رو بندازیم توی این لیست تایله. یه لیدینگ داره که میتونه ایمیج داد یه ویجتی میگیره اما و ما اینجا یه ویجت ایمیج میخوایم. بعد ما یه ویجت ایمیج داد نتورک داریم که یه یو آر ال هم میگیره عکس اونجا لود میکنه و یوزر داد یو آر ال اون ویجت ما هستش، اون آدرس یو آر ال عکس ما هستش. الان یه سری عکس اومد با اون تایتلش. حالا من یه ساب تایتل هم اینجا اضافه میکنم که چون تکست خاصی نداریم user.login name.length رو تو استرینگ میکنم، اون طول اسمش رو میذارم اینجا به عنوان ساب تایتل. حالا این عکس نکتهش اینه که باید گرد بشه. برای اینکه عکس رو بتونیم گرد کنیم یه ویجت داریم به اسم
یه ویژه داریم به اسم کلیپ اوال که این میاد هر چایلی داشته باشه اینو گرد میکنه و گرد نشونش میده. الان من اینو سیف کنم، اینا دورشون برداشته شد. خب این صفحه اولون کافی، حالا بریم API کال رو هندل کنیم. الان نکته یکی هست، من این لیست رو خالی میکنم و اینو تبدیل به یه استیت فول میکنم که چون این به بعد استیت داریم، یه استیت ایز لودینگ داریم که میخوام اگه توی لودینگ بود یه پروگرس بار نشون بدم، و اینجا که داریم بادیو برمیگردونیم میگم که اگه ایز لودینگ بود یه سنتر که چایلش سیرکولر پروگرس ایندیکیتوره نشون بده و در غیر این صورت لیست تایل رو برگردیم. و الان چون این تروه و این اجرا میشه و اون سیرکولر ایندیکیتور اجرا میشه، ما میایم فانکشن اینیت استیت رو پیاده سازی میکنیم. این فقط یه بار کال میشه وقتی که صفحه میاد بالا. خب یه کد API کال بذار بزن خودشه. یه لایبرری هست به اسم دایو که مثل رتروفیت ماه و یه رپر روی همون چیز نتورکینگ اندرویده، من از این استفاده کردم. اینو ایمپورتش میکنیم، یه فانکشن گت مینویسیم. API که داریم و من توی کروم هم اگه باز بشه، باز نمیشه، ولی اگه اشتباه نکنم ای یوالش رو دارم اینجا. یه API گیت هاب هستش که یه سری یوزر به شما برمیگردن. اینو گت میکنم و یه ریسپانسی به ما میده. اینجا یه حالت async await داریم که برای اینه که کار موازی انجام بدین، یعنی اپ که نه، این فانکشن اینجا صبر میکنه تا شما کارتون تموم بشه. اینو یه فانکشن جدا میذاریم که بتونیم اسینکش کنیم، فانکشن اینیتو نمیتونیم. اینو اسینک میکنیم و این کدوم این اسینکش. این هم من بیارم بالا که زیر همون اینیت استیت باشه. خب حالا این ریسپانسی که داریم یه دیتا به ما میده که دیتاش هر چیزی میتونه باشه. اینجا یه مپ به ما داده چون جیسون بوده و تبدیلش کرده به این مپ که کی ولیو داره. بعد حالا ما یه فانکشن نوشته بودیم که پارس یوزرز داره، یه لیست از یوزرها به ما برمیگردونه و اینو میذاریم اینجا که اون مپ کنه اون ریسپانس رو به لیست یوزرهای ما. بعد ایز لودینگ هم فالسش میکنیم. حالا برای اینکه فلاتر فانکشن بیلد استیتش دوباره کارشه، یه ست استیت باید بکنیم. هر وقت ست استیت میشه میاد بیلد رو از اول کار میکنه و چون ایز لودینگمون فالسه میاد توی این قسمت و یوزرها رو نشون میده. من اینو از اول رو میکنم اگه گرد اذیتتون نکنه. آها میگه این تست نمیتونه ایسینک باشه، اینو باید پاک کنم. خب API کال کرد و الان یه سری یوزر باز شد. اینجا این لیستو داره. خب حالا قسمت بعدی اینه که رو هر کدوم اینا کلیک شد بره توی صفحه جدید. ما کلیک رو اینجوری هندل میکنیم که کل این استایل رو رپ میکنیم با یه ویجت دیگه ای که کلیک رو هندل کنه. مثلا یه ویجت داره اینکور که نمیدونم اسمش چطوری اینجوری گذاشتن که یه آن تپ به ما میده و نکتهش اینه که افکت ریپل رو خودش هندل میکنه و آن تپ رو به ما میده. من میام یه فایل دیگه درست میکنم برای اون صفحه دیتیل، یوزر دیتیل پیج، که یه استیت لیست ویجت و متریال رو دوباره ایمپورت میکنم. اینجا به عنوان یه اینپوت دوباره یوزر میخوایم و اینو هم فاینالش میکنم که مجبور بشیم آسانسور رو پاس بدیم ویجت رو. خب اوکی، حالا اینو مثلا میگیم که یه اسکافولد باشه برای فعلا که چای بادیش یه سنتره که یه تکست با اسم اون طرف، همین، این خیلی ساده است. اسم طرف رو میخواییم وسطش نشون بدیم. حالا برای صدای من خوب میاد همه جا بدون میکروفون بریم. برای جابه روشن بود صدا میاد. آره بعد
برای جا به جایی بین صفحات ما یه نویگیتور داریم که مثل همون نویگیتوری که تو اندروید هم تازه اومده. این یه نویگیتور دات آف میتونیم بزنیم با اون بیلد کانتکستی که اومده. این کانتکست مثل کانتکست اندرویدی نیست، یه خورده چیز سبک‌تریه و صرفا برای اینه که بین اپ یه پارچگی باشه با اون نوی صدا رفت هست الو نیست صدا رفت داد بزنم درست شد سوالا رو بپرس ولی بقیه بذاریم لطفا آخرش که وقت داشته باشیم سوال جواب شد. از اون هم میتونیستیم استفاده کنیم، فرقی نداره. نه دلیل نداشته همینجوری چون این تو ذهنم اومد استفاده کرده بودم. بعد فیوچر بیلدر هم یه خورده حالا شما کار کردید شاید برای کار نکرده باشن الان بگم یه خورده. نویگیتور و رفرنسش رو گرفتیم توسط کانتکستمون و یه فانکشن پوش داره که میاد یه پیج رو میاره این رو و یه متریال پیج رو باید پیاده سازی کنیم که یه بیلدر داره به ما یه کانتکست میده و یه ویجت هم میکنه. خب حالا ویجت میتونه هر چیزی باشه دیگه. اینجا یوزر دیتیل پیجه که به عنوان ورودی باید یه یوزر بدیم. یوزر هم که تو این یوزر روه داریم بهش پاس میدیم و یه ریفکتور هم میکنیم خود. خب الان رو هر کدوم اینا که کلیک میشه یه صفحه اینجوری باز میشه که اسم یارو اون وسط. حالا میریم صفحه دیتیل رو پیاده سازی کنیم. اولش بیایم اون عکسی که از من تو ارور اسلاید پشتش یه عکسی هست که گره اسکیل شده رو هم سه تا ویجت هستش که عکس طرف و اسم و ایناشه. اول بیایم اون عکس پشت رو پیاده سازی کنیم. یه اخبار هم همینجوری سمپل بذاریم براش که تایتلش میشه تکستی که یوزر دات لاگین نیم نشون میده. خب درست اسم یادم. بعد اینجا ما میایم حالا یه دونه کانتینر میذاریم و ویدش رو میدیم دابل دات اینفینیتی، هایتش هم میدیم دابل دات اینفینیتی. این مثل مچ پرنت خودمونه، تقریبا میاد اون کانتینر رو میگیره هرچی فضا داری بدیم. بعد به عنوان چایلد بهش ایمیج رو میدیم که از ایمیج دات نتورک استفاده میکنیم، میخوایم عکس از اینترنت لود کنیم و یو آر ال رو میزنیم. الان یه عکس اومد مثلا، ولی نکته اینه که ما میخوایم عکس کل سفر رو بگیره و یه فیت هست که میتونیم باکس فیت یکی از اینا رو بهش بگیم. ما فیت هایت رو میزنیم که هایت عکس بچسبه به پایین بالا و گوشه هاش حالا هرچی شد. بعد حالا ما اینو میخوایم گری اسکیلش کنیم. برای اینکه گری اسکیل کنیم یه ویجت هست یه ویجت هست به اسم کالر فیلترد اگه اشتباه نکنم که این میاد یه چایلد میگیره و رو اون چایلدش یه فیلتر کالری رو اعمال میکنه. خب که اینجا فیلتر دات مود رو استفاده میکنیم. بولن هر بیرم اگه سوالی داریم بپرسیم تا این آماده میشه روی کد. آره میگم دیگه ویوی هیچی نداره، همه چی کده ایکسمه. الان من همینجوری دارم کثیف میزنم ولی رو قاعده که بری مثلا یه سری پترن دارن که لاجیک جدا باشه ویو جدا باشه اونجوری بری یه خورده تمیزتر میشه، ولی بازم قبول دارم یه خورده کثیفه. میتونید بزنید اونا، ولی چیزی که گوگل ریکامند داده یه چیزی به اسم بلاک، یه آرکیتکچر جدیده که مثل فلاکس کار میکنه. یعنی یه استیتی داره و ویو میاد اما استیت، چون کلن استیت طور کل اپتون مثلا بلاکر رو پیشنهاد دادن، ولی هر چیزی بخوای میتونید بزنید.
خدافظی. آره احتمالاً اونو دادن که شما بخواید بیاین فلاته راحت‌تر باشین. نمی‌دونم. اون قسمتی که نویگیتور تعریف کرده یا دیتا پاسوردی از قبل نویگیتور گفته بود که چه دیتا پاسوردی یا صرفاً این قابلیت داره که هر چی می‌خواید بسازید. ببین نویگیتور دو تا حالت داره استفاده کردنش. یه حالتش اینه که بیای اون هایرارکی رو دقیقاً مشخص کنی که کدوم پیج باز شه که اون یه خورده دیتا فرستادن سخته، بازم میشه فرستاد. حالتی که من استفاده کردم ساده ترشه که اینجا من اومدم اون یوزر دیتیل پیج رو مستقیم کانستراکتورش رو کال کردم و دیتا هم پاس دادم بهش. یعنی اینجوری خیلی ساده است این استفاده کردم. بریم. خب روی صفحه دیتیل بودیم. برای کالر فیلتر اینجا چی میخواد؟ یه کالر میخواد، colors.gray رو استفاده میکنم و blend mode saturation دیادم این کار رو برای ما انجام میداد. این کلا گری اسکیل میشه، از این میتونید استفاده کنید. مثلا یه قسمتی از اپ یا یه پیج رو میخواییم مثلا دیزبل کنید، کل اون پیج رو رفت میکنید. مشکل صدا نمیاد؟ کل اون پیجتون رفت میکنید توی یه کالر فیلتر، حالا مثلا گری اسکیلش میکنید یا هر کاری میخواید میکنید. منظور این که کاری نداره چایلدشی هر چیزی باشه این افکت رو شمال میکنه. الان ما میخواییم اینو یه خورده کمرنگ ترش هم بکنیم و اوپاسیتیش رو دستکاری کنیم. برای همین رفتش میکنیم توی یه ویجت اسم اوپاسیتی که چایلدش رو میاد کلن این اوپاسیتی رو شمال میکنه. مثلا با 14 هم تست کنیم. خوبه 14. حالا کلن این بادی الان اینه و ما چون میخواییم اوورلپ داشته باشیم اینو کات میکنم، یه استک درست میکنم که یه چیلش اینه، یه چایلش اینه. حالا یه سری هم روی این میخواییم داشته باشیم دیگه. از کالم استفاده میکنم چون که مثل یه لینه لیاوته. بعد اولیش یه ایمیجی باید باشه، دوباره از همون ایمیج دات نتورک یوزر دات یو آر ال استفاده میکنم. اینو الان بزنیم ببینیم چی میشه. یه عکس اومد اونجا. بعد اینو من بکنم توی یه سنتر رپش کنم، اون عکس هم سنتر میشه. اوکی، حالا میخوایم دوباره این عکس رو گرد کنیم، دوباره رپش میکنم توی کلیپ اوال بود و عکس الان گرد شد. حالا زیرش یه تکستی میخوایم که تکست اسم طرفه user dot out. این تکست هم اومد اونجا. حالا استایلش رو درست میکنیم. یه تکست دیگه هم میخواییم که چون تو استایلمون بود یه سینیر دیولوپر مینویسیم. خب حالا اینو باید یه فاصله از بالا به این ویومون بدیم به این ایمیجه. خب اینو من برای همین رفش میکنم توی یه کانتینر. بالا همین رو تو با اون رفت کنم چی بچه بودن به اینکه خیلی یه دونه آبژکت رو بزنم. خب توی این کانتینر مثلا من ویدیو بکنم دیویست های تمام کنم دیویست بکنم، سایز عکس باید عوض بشه. آره مثلا میکنم 120x120. حالا نکته اینه که من میخوام عکس یک سوم صفحه رو بگیره، برای همین یه مدیا کوئری داریم که از اون کانتکست به همون یه سایزی میده که ویدیوهای توش هست و اینو تقسیم رو 3 میکنم. اینو برای هایتش هم پیست میکنم، عکس میشه یک سوم صفحه. و میخوام یه اسپیسی هم بالاش بندازم که اونم دوباره یک سوم وید صفحه باشه و سایز باکس استفاده میکنم و هایتش رو میدم این. سایز باکس یه فضای خالی درست میکنه که شما بتونید فاصله بدین بین ویجتاتون. بعد بین این تکست اولی با ایمیج هم یه هایت مثلا 6 میدم، تکسه خور بیاد پایین تر. بین دو تا تکس هم یه دو تا فاصله میدم که بیاد پایین تر. خب تکس اولی باید یه خورده فونتش بزرگتر بشه. استایل پرپرتی استایل رو داریم که یه تکس استایل بهش میدیم. بعد فونت سایز داره که فونت سایزش مثلا میدیم 38. بعد سایزینگ تو فلاتر کلن یه عدده دیگه، دی پی و پیکسل و سانتی متر و اینا نداریم. کلن اون عدده یه چیز شبیه دی پیه، یعنی خود پیکسل نیست، یه عددیه که اکثر جا جواب میده و برای لیوتا از اون استفاده میکنن. حالا تکس استایل اگه دقت کرده بودین یه شادو داره که میخوام چرا ساده هندل شده شادو توی فلاتر. به اون تکس استایل یه لیستی از شادو میتونید بدین که رو هم اوورلپ میشن. ما فعلا یه دونه میخوایم
یه شادو میدیم، مثلا کالرشو میکنیم مثلا صورتی و سیو میکنیم، یه ریدیوس هم باید داشته باشیم مثلا 10 تا ریدیوس میدیم. این شادو اومد زیر تکسه، ولی چون تو دیزاین ما سفید بود اینو وایتش میکنیم و تکس پایینی هم دوباره همچین استایلی میخواد، استایلشو من کپی میکنم. خب ولی الان تکسش بزرگ میشه، بذاری خود رو کوچیکش کنیم، مثلا 12 بذاریم. فونت ویتش هم میتونیم، نه بذار بالایر بولدش کنیم. فونت ویت اون سیکنس فونت رو مشخص میکنه و مثلا میتونیم بولدش کنیم یا حالتهای مختلفش. اون بولد میشه، اون پایینی هم مثلا سایزش رو بیشتر میکنیم که اون تکس رو داشته باشه. بعد حالا یه استروکی دور اون عکسه داشتیم که برای اون میایم کلش رفت شده. این کانتینر یه پروپرتی دکوریشن داره که یه باکس دکوریشن بهش میدیم که شیپ از ما میخواد، باکس شیپش رو مثلا میدیم سیرکل اون چایلده، بعد یه بوردر میگیره از ما، چه فارسی شد، بوردر میگیره که میتونیم بگیم همه بوردرات این بیشتر برای وقتی که مربعی باشه، ولی دایره کلا یه بوردر باید داشته باشه. حالا آلو میزنیم و میگیم ویدش مثلا 4 باشه، کالرش کالر دات مثلا گیدین باشه. یه استروک افتاد دورش 4 کم، اینو میکنیم 8 مثلا و اون هم میکنیمش وایت. خب بعد حالا برای اینکه تم اپ رو عوض کنیم با اون چیزی که تو اسلاید شبیه باشه، من توی این فایل مین یه سری کد رنگ و اینا آوردم، اینا رو بردم ببینیم توی صفحه دیتیلز. خب ببخشید توی صفحه همون مین خوب اینجا توی متریال اپ شما میتونید تم مشخص کنید و یه تم دیتا بدین که کلن اپتون دارک مود الان یا لایت مود، مثلا برای عوض کردن دارک مود و لایت مود اینجا یه هایلایت کالر بکنم عوض میکنید، مثلا میگین الان هایلایته یا نه. بعد الان اینجا مثلا پرایمری کالر میتونیم عوض کنیم، مثلا بزنیم گرین، بعد کل اپ میاد پرایمری کالرشون عوض میشه. مثلا اینجا پرایمری کالر رو بزنیم سه تا رقم در بیاریم، یه پرامیری کالر و پرامیری دارک و اکسن کالر رو بردم و اینو فعلا من اسمشو بدم. خب یه تکست هم داریم که میاد استایل تکست های اپ رو مشخص میکنه دیفالتشون رو. من اینجا اومدم گفتم که گوگل از گوگل فونت استفاده کنم و این فونت اسمش خیلی سخته رو استفاده کنم که شبیه دیزاین بشه. یه خورده طول کشید ولی فونت لود شد و الان کل اپ داره از این فونت استفاده میکنه. الان میخوایم یه انیمیشن بین این عکسای اینجا و عکسی که توی صفحه دوم هست داشته باشیم، همون شیرد المنت خودمون. کاری که باید بکنیم اینه که اون اووالی که داشتیم و کلیپ اووال رپش میکنیم توی یه هیرو. هیرو ویجتی هست که واسه ما این کار میکنه و یه تگ از ما میگیره به خاطر اینکه یه چیز یونیک بهش بدیم. میتونیم user.id رو مثلا به عنوان یه چیز یونیک بهش بدیم. بعد میریم توی اون لیست هم، اونجایی که داریم لیست هایی رو درست میکنیم، این اوباله رو رفت کنیم توی یه دونه هیرو و تگ یوزر آیدی رو دوباره این منم سیت کنی که اون انیمیشنی به اینشون اتفاق بگیرده. تمام. چقدر شد؟ شد 20 دقیقه تازه با اینکه اون وسط برخون گرفته شد. آه یه چیزم توی صفحه اول یادم رفته بود، اینجا یه اپبار باید داشته باشیم که اپبار بار تایتل تکست انتخاب مثلا این تو دیزاین جا مونده بود. حالا این الان رو آی او اس هم میتونیم ران کنیم. حالا تا من صحبت میکنم اینو بزنیم رو آی او اس هم یه ویدیو بگیره. نه نه ردیفه اینو بزنیم رو آی او اس یه ویدیو بگیره.
و رو وب و دسکتاپ هم همینجوری میتونید ران کنید، ولی نکتهش اینه که رو وب و دسکتاپ یه خورده صفحه بزرگتره و لیوت ها انقدر خوشگل نیستن، مثلا اون کنار صفحه فقط یه سری چیز چیده شده برای صفحه خالیه. حالا تا این ران میشم برم ادامه اسلاید ها. خب اینم شبیه همینی قبول داریم. خب اون ویدیویی که گفتم گوگل داره میده هر هفته یه ویجت رو معرفی میکنه، این هفته یه ویجتی یعنی دیروز اینو معرفی کرد، بعد من دیدم به درد ما هم میخوره. گفتم که هم ببینیم چه سبکیه این ویدیوهاش، یه دقیقه کلا، بعد هر هفته میاد یه ویجت رو معرفی میکنه. مثلا این هفته یه ویجت خیلی خفنی معرفی کرد، اینو هم ببینیم. List views are great. They let the user see or choose from a number of items that wouldn't normally fit on the screen. But sometimes an ordinary list view is too flat and boring. Fortunately, there's List Wheel Scroll View, the totally radical cousin of List View. This widget renders your list as if the items were placed on a cylinder in 3D. Instead of scrolling through a flat surface, the user is turning a wheel. Using this widget is almost as easy as using a regular list view. Just provide the items as children and the item extent. The item extent specifies the pixel height of each child. List Wheel Scroll View has many other options. For example, you can tune the diameter of the wheel. You can make the wheel off-axis, or you can add a magnification effect. To learn more about List Wheel Scroll View and all the other widgets, visit flutter.dev. کلاً استایل معرفی کردن ویجت هاش اونجوری هستش. سیاوش میاد یه دارنگی بزنید.